این اتفاق مهمه. ماجرای این غنی‌سازی لیزری چیه؟ ما شنیدیم مربوط است به انرژی هسته‌ای کار شما. بله، کار ما مربوط نیست. یه خورده این یه اشتباهی در اینجا رخ داد در برداشت. آقای رئیس جمهور هم اینجوری نفرمودن. آقای رئیس جمهور هم گفتن که ما اگر در مذاکراتمون به سختی بخوریم با اروپا، یا ما میتونیم از لیزر هم استفاده کنیم. این یه اشاره و یک تقریبا اطلاقی بود به توانمندی و توانمندی بالقوه‌ای که لیزر داره. لیزر کلا غنی سازی. من یه اشاره هم بکنم که ما در گذشته یک تقریبا اشتباهی هم شد، چون من در گذشته خودم مسئول پروژه غنی سازی بودم و این دوتا تطابق شد، بعد هسته‌ای و غنی سازی و اینا همه در یه جلسه این سوی برداشت شد. در گذشته ما دو تا قرارداد غنی سازی داشتیم، یکی با روس‌ها داشتیم و یکی هم با چینی‌ها داشتیم که هر دو رو تا حالا قراردادهاشو من امضا نکردم، ولی در واقع به ارث رسید به من و من کار رو ادامه دادم که بعد با توجه به اون مشکلاتی که برای ایران به وجود آمد در ارتباط با در دولت گذشته، در دولت‌های خاتمی، در همون دولت بنا شد که ایران دیگه رو لیزر کار نکنه و همه دستگاهایی که ما داشتیم، چه اونایی که خودمون ساخته بودیم، چه اونایی که حالا از چین انتقال تکنولوژیش، از روسیه که هیچی نیامد به عنوان، فقط یه چنبری آمد و آمریکا جلوشو گرفتن. حتی پروژه گداختی هم ما داشتیم که اون اصلا ربطی به لیزر بود ولی ارتباطی به غنی‌سازی نداشت، اون هم کامل متوقف شد. بنابراین اونها رو کامل آژانس پلم کرد و ایران هم دیگه بنا بود که روی لیزر کار نکنه. تا امروز هم به هیچ عنوان اینجور مأموریتی به ما داده نشده و بنای مرکز ملی هم این نیست. اون رو در یه قالب شرکت انجام میدیم. بعداً ما آمدیم یه مرکز ملی تأسیس کردیم، بخشی از اون نیروها رو در اینجا به کار گرفتیم و اینجور داستانی در مرکز ملی به هیچ عنوان تعریف نشده که ما بیان وارد غنی‌سازی بشیم، بلکه اهداف اصلی و محوری مرکز ملی این هست که رفع نیازهای کشور در زمینه لیزر، اونایی که متولی ندارن. به عنوان مثال دانشگاه تبریز دانشجوی دکترا و فوق لیسانس لیزر تربیت میکنه، اما اون متولی فرض کنید که تولید یه لیزر برای پزشک نیست در کشور، یا برای صنعتگر نیست، یا حتی بسترسازی برای کشور تا بتونن جوش لیزری نمیدونم، همه این مایحتاجی که حالا تعدادش هم خیلی زیاده، من نمیتونم نام ببرم، اینها رو متولی نیست. اون دانشجوش تربیت میکنه و خوبم تربیت میکنه و انصافا هم اینا از دوستان ما هستن و ما از دستا به اصطلاح در واقع تربیت شدگان این دانشگاه به خوبی استفاده میکنیم، ولی متولی همون هیته کار خودشون هستن. مرکز ملی هدف گذاری شده برای اینکه نیازهای کشور رفع کنه و ما دیدید دیگه، حالا در فیلم ها دیدید تعداد خیلی متنوعی لیزر ساختیم و تا به حال اینا رو عرضه کردیم در این 3 سال به ملت بزرگ ایران و دستاورد بزرگی هم هست انصاف